شیر علی مردان و جنگ سفید دشت. در تاریخ ایل بختیاری علی مردان خان دیگری هم مشهور شده که پس از مرگ نادرشاه خود را نایب السلطنه میپنداش و پس از نزاع با کریم خان زند و شکست خوردن از وی در چهار محال بختیاری ترور شد. اما این بحث مربوط به علی مردان خان چارلنگ یا بهتر بگویم ممدلی شیر علی مردان، استبداد ستیز بختیاری در زمان رضا شاه پهلوی است. علی مردان خان از رؤسای ایل چهارلنگ بختیاری در جنوب غربی ایران و از خوانین طایفه اصلی ممصالح محمود صالح بود که حدود 5 سال از 1308 تا 1313 با ارتش رضا شاه درگیری داشت. وی در حوالی فریدن در چهل چشمه و قلعه شاهرخ زندگی می کرد. این روستاها فاصله کمی با مرکز استان چهارمحال بختیاری دارد و در منطقه واقع شده که اون را می توان حد فاصله چارلنگ و هفلنگ نامید. از اونجا طایفه ممصالح به عنوان ییلاق استفاده می کردند. پدرش در بین طوایف زیادی از چارلنگ و در بین هفلنگ ها نیز جایگاه خاصی داشت و مادر شجاعش بی بی مریم به سردار مریم بختیاری شهرت داشت. بی بی مریم فرزند یکی از سران بختیاری بود که به دست پسر ناصرالدین شاه سلطان مسعود میرزا ملقب زل سلطان کشته شد. بی بی مریم بختیاری، مشهور به سردار مریم بختیاری، نویسنده ایرانی و زنان فعال در انقلاب مشروطه بود. خانواده وی از بانفوذترین خاندانهای ایرانی دوره قاجار به شمار می آمد. پدرش از خوانین ایل بختیاری و برادران او علی قلی خان سردار اسعد از رهبران انقلاب مشروطه و نجف قلی سمسام و سلطنه دو دوره رئیس الوزرای ایران و نیز عموزادگان وی از رجال شناخته شده دوران قاجار و پهلوی محسوب می شدن. همونطور که گفتم شیر علی مردان فرزند اوست. این زن دلیر از پیشگامان مطالبات حقوق زنان و از مدافعان ملی سرزمین ایران در خلال جنگ جهانی اول به شمار می آمد. بی مریم فرزند حسین قلی خان ایلخانی بود که اشاره شد به دست پسر ناصرالدین شاه زل سلطان جانباخت. بی بی مریم از زنان تحصیل کرده زمان مشروطه بود که به حمایت از آزادی خواهان برخاست و در لشکرکشی به تهران شرکت داشت. او به واسطه زندگی در ایل بختیاری و پدرش که خان ایل بود تیراندازی و سوارکاری می دانست و در فتح تهران هم با رشادت و دلیری به میدان آمد. شخصا تفنگ به دست گرفت و در برابر قزاقان جنگید. بی بی مریم بختیاری از معدود زنان عصر مشروطه است که
که یادمان زندگی خود را نوشته است. در ابتدای خاطراتش گفته: به امید خداوند که امیدوارم فرصت دهد به بنده که یک زن ایرانی و از ایل بختیاری می باشم روزنامه خاطرات خود را ساده و مختصر بنویسم. او در این یادمانها درباره دلایل اینکه زنان در جامعه عقب مانده‌اند نوشته است: تمام بدبختی های ما از خودمان می باشد، زیرا که نه علم داریم و نه حقوق خود را می شناسیم. من در سلسله مقالات زنانی که شکست را شکست دادند از بی بی مریم بختیاری گفتم. منابع ایل بختیاری نقل کردند که بی بی مریم سال 1288 خورشیدی در جنگ آزارسازی اصفهان به همراه خواهرش بی بی لیلی فرماندهی یک ستون سوار نظام را به عهده داشته است. نمیدانم چقدر این موضوع واقعی است. گفته می شود که در دوران جنگ جهانی اول خانه او در اصفهان پناهگاهی بوده برای فعالان سیاسی و فرهنگی مانند علی اکبر دهخدا، ملک الشعرا بهار و دوستانشون، و در مقطعی در سال 1299 پناهگاهی برای دکتر محمد مصدق. برگردیم به شیر علی مردان. در دوران استبداد صغیر که از به توپ بستن مجلس شورای ملی توسط محمد علی شاه آغاز گردید و با فتح تهران توسط مشروطه خواهان پایان یافت، علی مردان نوجوان به همراه سواران بختیاری در فتح تهران شرکت کرد و آب دیده و کار کشته شد. او در هجوم نیروهای روسی به ایران نیز به همراه مادر دلیرش و سواران بختیاری شرکت می کرد. هنگام هجوم روس‌ها به ایران، شماری از آزادی خواهان از تهران و اصفهان به منطقه کوهستانی بختیاری پناه بردند و تعدادی از آنان چندین ماه میهمان مادرش بی بی مریم بودند. کمال همنشین در علی مردان اثر کرد و او که در اون ایام 22-23 ساله بود با افکار و اندیشه های آزادی خواهان آشنا شد و درباره اوضاع جهان، جنگ جهانی اول و دستبندی کشورهای درگیر جنگ به دانش خود افزود. بنابر اون چه اردشیر آوانسیان در یادداشت‌های زندانش نوشته، علی مردان خان پس از جنگ جهانی اول با حضور انگلیسی ها هم در خاک ایران مخالفت ورزیده و بارها به نیروهای انگلیسی یورش آورده است. آوانسیان از قول وی نوشته: یک بار فرماندهی کنسول انگلیس در بوشهر را با تعدادی از همراهانش به تلن داخته و اسیر کردیم. کنسول تصور میکرد او را میکشیم و وقتی خیالش راحت شد گفت: دستور داشتم دستگیرت کنم، ولی حالا که مردانگی دیدم کمک میکنم که دوست انگلیس بشوید. علی مردان پاسخ میدهد: شما به کشور ما تجاوز کرده اید، از کدام دوستی سخن میگویید؟ اول از سرزمین ما بیرون بروید، اون وقت درباره دوستی دو دولت و دو ملت ادعا کنید. Oh,
بختیاری ها منتظر تلنگری بودن تا بپاخیزند. هنگامی که رضا شاه به قدرت رسید، ایل بختیاری که مهمترین ایل ایران بود، نسبت به ایلات و عشایر دیگر وضع متفاوتی داشت. خوانین بختیاری با سهیم شدن در امتیازات نفت خوزستان و در اختیار داشتن اراضی وسیع کشاورزی از توان اقتصادی بالایی برخوردار بودند و به دلیل حضورشون در انقلاب مشروطه مورد توجه مردم هم بودند. اما طرح‌های رضا شاه مثل خلع سلاح و اسکان عشایر به اضافه مالیات‌های کمرشکن و اجبار برای گذاشتن کلاه پهلوی بر سر و کنار گذاشتن اسب و تفنگ و در پی آن از دست دادن گله و احشام و زندگی زیر سقف خانه‌ای که در مکانی نامناسب بنا شده و به آن عادت نداشتند، جوانان بختیاری را به سطوح آورده بود و آنان منتظر تلنگری بودند تا به پا خیزند و بر علیه دولت سر به شورش بردارند. علی مردان خان در گرمسیر در خوزستان با عشایر به شور نشست. اونچه همه بر اون تأکید داشتن این بود که زیر حرف زور نرویم. برای یک عشایری ننگ بود که به او ظلم شود، مال و اموالش تلف گردد، معیشتش نابود شود و ساکت بماند. تصمیم گرفتن علیه این اوضاع برشورند. هیئت اجتماعی بختیاری متشکل از 12 نفر از سران و کلانتران بختیاری تشکیل می شود تا برای رویارویی با اونچه به غلط یا به درستی تعدی دولت می نامیدند آمادگی های لازم صورت بگیرد. به جز جعفر قلی خان بختیاری معروف به سردار بهادر که شغل دولتی داشت و جانب حکومت را گرفت، تقریبا تمام بختیاری ها با علی مردان همراه شدند. بگذاریم که رضا شاه به جعفر قلی خان هم زنین شد که در خفا به بختیاری ها اسلحه و مهمات ارسال می کند و همین بدگمانی ها بعدها باعث دستگیری، خلع از قدرت و محکومیت به مرگ وی گردید. شیران بگل زنان سیل چال ننگ من سیل چال ننگ. علی مردان با شاه و شاهک ها مرزبندی داشت. ممدلی شیر علی مردان نه تنها با دولت شاه بلکه با شاهک هایی در قد و قامت یک خان هم مرزبندی داشت و با ظلم و جور کنار نمی آمد. اگر این یاغیگری است، بله او یاغی بود. یاغی همیشه بار منفی ندارد و نباید از یاغی و یاغیگری فقط راهزنی و زورگویی برداشت نمود. چنانچه با درجه معنی کلمات آشنا باشیم، به نکته‌ای که گفتم بیشتر پی می‌بریم. مثلا در زبان بلوچی یاغی معنای تحسین‌آمیز دارد و در خصوص کسانی به کار می‌رود که همانند دادشاه زیر بار ستم نرفته، مسلحانه در برابر حکومت مثلا قجرها می‌ایستند. اگرچه در میان بختیاری ها نارضایتی های درون ایلی کم نبود، اما قیام علی مردان خان صرفا از عامل فوق نشأت نمی گرفت. این نارضایتی ها از دوره ناصرالدین شاه که با قدرت گرفتن شاخه هفلنگ چارلنگ ها به میزان زیادی از قدرت سیاسی محروم گشتن وجود داشت. با این حال
عامل اصلی نارضایتی مردم اقدام به تخت قاپو و خلع سلاح عشایر توسط دولت مرکزی بود. روان نیز ایستادگی و قیام علی مردان خان و یارانش علیه حکومت را صرفاً به درگیری‌های فئودالی و درون ایلی نسبت بدهیم، به خصوص که نبردهای اصلی در قلمرو هفلنگ ها اتفاق افتاده و اگر مسئله صرفاً تقابل بین طایفه چارلنگ و هفلنگ بود، نمی بایست هفلنگ ها با علی مردان خان همراهی کرده و از او پشتیبانی کنند. علی مردان خان از طایفه چارلنگ بود و نه هفلنگ. لورها او را دوست دارند، خیلی دوست دارند. بیهوده نیست که در رسایش گاگریوهای زیاد، یعنی مویه ها و سروده های غمینی مثل آواز علی مردان خان بر سر زبان هاست. علی مردان میهن و مردمش را دوست داشت و تسلیم زور نمی شد. به همین دلیل در قلب مردم ستم دیده جا داشت. مردم لور به خصوص دوستش دارند و با یاد رادمردی ها و وفای امثال او هویت می گیرند. سید جعفر پیشوری، بزرگ علوی و اردشیر آوانسیان، مروت و ایستادگیش را ستودند. کار علی مردان خان با حکومت مرکزی بیخ پیدا کرد و به رویارویی کشید. 27 خرداد 1308 وی و نیروهایش وارد شهر کرد شدند و اونجا را به تصرف خود درآوردند. اگرچه حاکم نظامی شهر کرد سنگربندی کرد، اما در نهایت نیروهای نظامی طرفدار حکومت کاری از پیش نبردند. وقتی حکومتی یا جریانی ستم پیشه می کند و در چشم مردم اوج سیاهی جلوگر می شود، قهرمانان مردم نیز به آسمان می روند و در مورد آنان ممکن است خوبتر دیده شود. در منابع مربوط به علی مردان خان نوشته شده شورشیان روی پرچمشون عبارت لا اله الا الله، محمد رسول الله و علی ولی الله نقش بسته بود و شعار می دادن ایما ای خایم دینون راست کنیم، جونز ایما مالز ایسا. یعنی ما میخواییم دین رو اصلاح کنیم، جون از ما، مال از شما. میگویند با حضور آنان در شهر کرد مالیات ها لغو شده و لباس و کلاه بختیاری رواج پیدا میکند و کلاه پهلوی ممنوع میشود. البته دولت مرکزی هم بیکار نمینشیند و نیروهایی را جهت مقابله اعزام میکند. اما سواران بختیاری با تصرف تنگ انجیره و ارتفاعات مشرف بردش قوای مزبور را حوالی بروجن در سفید دشت به محاصره کامل در می آورند و نیروهای دولتی با تلفات سنگین عقب نشینی می کنند. نظامیانی هم که از طرف بروجن عازم شهر کرد بودند دستگیر و خلع سلاح شده و آنان را علی مردان و یارانش با ساز و دهل به شهر کرد وارد کرده و خبر شکست قشون دولتی را اعلام نمودند. در برخی منابع آمده هواپیماهای جنگی که به نیروهای نظامی محاصره شده آذوقه می‌رساندند، یکی دو نوبت شهر کرد و مناطق نزدیک به اون را بمباران کردند. جنگ 44 روزه سفید دشت.
رضا شاه ضمن اینکه برای برخی از خوانین اماننامه میفرستاد، نیروهای تازه نفسی را به منطقه جنگ گسیل داشت. سه ستون نظامی مجهز از سه طرف منطقه عملیاتی را هدف گرفت. دولت مصمم بود هر طور شده قائله را بخواباند. تیمسار شاه بختی از طرف مبارکه، سرتیپ تاج بخش از طرف نجف آباد و تیمسار محتشمی از سوی فریدن به سمت محل تجمع نیروهای بختیاری عزیمت کردند. این وسط شماری از خوانین هم آیه یأس خوانده و به تفرقه میان قیام کنندگان دامن می زدن. دست آخر سواران بختیاری محاصره شده و از هم پاشیده می شوند. شمار زیادی از بختیاری ها زخمی شده و به اسارت در آمدن. تعداد زیادی هم جان باختن. البته عده‌ای از جمله خود علی مردان خان حلقه محاصره را شکسته و به جنگ و گریز روی آوردند. نیروهای دولتی تا میان کوه دنبالشون رفتند، اما نتونستند گیرشون بیاندازند. این نبرد که 44 روز طول کشید و به جنگ سفید دشت معروف شده، برای بختیاری ها یادآور حماسه و صحنه مقاومت و شجاعت بود. علی مردان خان با عبور از مناطق سخت و دشوار راه سردشت دزفول را در پیش گرفت و سرانجام راهی اهواز شد. نیروهای دولتی با پیغام و پسقام سعی می کردن صحبت از مذاکره کرده و وی را بازی بدهند. کمی بعد صحبت از اماننامه کردند و بالاخره او را به تهران کشیدند. اما اماننامه ناروی بیش نبود و او دست آخر سر از زندان قصد در آورد و بیش از 4 سال در حبس بود. سه جعفر پیشوری که همون زمان در زندان بود، ضمن اشاره به صفا و سخافت شیر علی مردان نوشته: یک روز صبح نزد او بودم. تازه بساط چای را در زندان مهیا کرده بودیم. نگهبان زندان که نامش عمادی بود آمد و سلام کرد و دم در ایستاد، اما قیافش گرفته به نظر می اومد. علی مردان پرسید: چرا نمی فرمایید بنشینید؟ نگهبان سرش را پایین انداخت و گفت: متاسفانه نمیتونم. میخواستم شما تشریف بیاریم بیرون تا مطلب محرمانه ای را که دارم بگویم. علی مردان خندید و گفت: من مقصودتون را فهمیدم. این دیگه خجالت تو دم در ایستادن که ندارد. بفرمایید بنشینید تا کارایی را که دارم انجام بدم، مهمون را هم راه بیاندازم و بعضی یادگارا دارم باید پشت کتابا نوشته بشه، بعد با هم میریم. نگهبان نشست و مرد محکوم به اعدام مثل اینکه هیچ اتفاق مهمی نیفتاده باشد، اسباب و اساسیه که میبایست به اشخاص داده شود همه را با آرامش جمع‌آوری کرد. پشت کتابهایش را به اسم هر کسی که میخواست یادگاری بدهد هم نوشت. مطابق عادت روزانه با کمال خونسردی ناشتای خود را صرف کرد، بعد بهترین لباسهایش را پوشید و عصایش را برداشت و گفت: بفرمایید، بفرمایید، حاضرم. من و اون نگهبان هم برخاستیم. علی مردان خان بدون تعارف جلو افتاد. ما پشت سرش از در اتاق بیرون آمدیم. او در مریضخانه زندان نگهداری می شد، لذا از اولین افرادی که خداحافظی کرد زندانیان بیمار بودند. با همه یکی یکی دست داد، احوال پرسی کرده و از اونجا به زیر هشتی و کریدورهای 1 و 2 و 4 آمدیم. اونجا هم از پشت در آهنین با همه زندانیان خداحافظی کرد. من با دلی پر از حسرت و تأثیر به کریدور خودمون برگشتم و او همراه نگهبان همون عمادی بیرون رفت. به نقل از بزرگ علوی، روز اعدام شیر علی مردان جامه زیبا بر تن کرده و سر و روی آراسته داشت و با گامهای بلند و استوار و قامتی رسا به قتلگاه نزدیک شد. گفته شده وقتی میخواستن چشمهایش را به هنگام اعدام ببندن، میگوید: چشمانم را نبندید.
به آرامی دستمال را میگیرد و میگوید بگذارید این صحنه را در آخرین لحظات حیاتم ببینم. شیر علی مردان برخلاف اماننامه‌ای که رضا شاه صادر کرده بود، سپید دم سال 1313 خورشیدی تیرباران شد. اعدام وی تأثیر زیادی بر ایل بختیاری گذاشت، تا حدی که دلیری های او در میدان جنگ به میان مسئله ها و اشعار بختیاری نیز راه یافت که نمونش ترانه شیر علی مردان است و ما هم در زندان می‌خواندیم. این ترانه با یاد امثال همایون کتیرایی، احمد خرم‌آبادی، مجتبی خرم‌آبادی و دکتر هوشنگ اعظمی رنگ و زنگ دیگری داشت. دایه دایه را هم که می‌خواندیم، اونجا که صحبت از این میشه که چشمانم رو نبندین که آفتاب زیباست، چشام ننوید آفتاب قشنگه، تیرباران ممدلی شیر علی مردان بی اختیار تداعی میشد. من لره بلید خورم 7 سال چوپونم ممدلی شیر علی مردان، اربندیم به قرقره مخشی ندونم. من لوری هستم که نان بلوط میخورم و 7 سال است که چوپان هستم. اگر مرا به قرقره جوخه اعدام ببری، مشخم را نمیدونم، دست از هدفم بر نمیدارم. شمشیر علی مردان طلای خالص است و در زمین برق میزند و در آسمان آتش. مثل کلاغ پرپر میزنم و تا تهران میروم، تا پایتخت میروم، تا اسم شاه رو کور کنم، از بین ببرم و اسم شاه علی مردان رو مینویسم.